皆さんこんばんは。سلام، من من جیرو جیرو ایمانی هست. هستم. جیرو امروز هم میخوام هست. از روش های مراقبه ارای برای دفع دفع بیماری تشویق صحبت کنم. میسو خو در ویدیوی ارای قبلی در تشویق مورد غلبه تشویق بر ترس و پیشگیری زنکای از نو دوکا بیماری دیوا عفونی صحبت خوف کردم شین نو کوکوکو و تو گفتم که کانسر تمرین باستاب باستاب درون، او هاناشی او شیمشتا مراقبه و کیدو دعا به طرز سونو ناکا موثری دی ترس را از کانسر میان میسو برمیدارند اینوری وا و خوف شین ایمنی او شما را کوکوکو شی افزایش میدهند. میکی ریوکو او تاکامر کوکا امروز گا میخوام تویو کمی هاناشی در او مورد شیمشتا مراقبه کیدو صحبت کنم. کیو وا میسو نیتسویته بعضی از هاناشی شما که این ویدیو را میبینید ممکن است تنها در مناطق دور باشید. من امیدوارم که مردمی که در کشورهای دور هستند بتوانند مراقبه را انجام دهند. در ابتدا در مورد اهمیت مراقبه صحبت میکنم و بعد در مورد تکنیک های تمرکز و تنفس. قبل از انجام مراقبه شما باید تکنیک های تمرکز و تنفس را استفاده و خود را آرام کنید. در نهایت من یک مراقبه ساده را با شما انجام خواهم داد. قبل از هر چیز اجازه بدید از معنای مراقبه صحبت کنم. مراقبه برای چیست؟ شما چه فکر میکنید؟ به طور خلاصه مراقبه ارتباط با دنیای حقیقی است، جهان دیگر. البته وقتی از واژه جهان دیگر صحبت میکنم منظورم ارتباط با بهشت است، چون هر ارتباطی با جهان دوزخ بی نهایت ناخوشایند است. پس هدف مراقبه ارتباط با جهان بهشتی است. وقتی بر روی زمین زندگی می کنیم، فراموش می کنیم که موجوداتی معنوی هستیم و حقیقت وجود ما روح است. برای همین نیاز داریم تا از طریق مراقبه با جهان حقیقی ارتباط برقرار کنیم. برای همین ما از تکنیک های مراقبه استفاده می کنیم تا امواج قلب خود را با جهان های بهشتی همسو کنیم و با روح نگهبان خود و روح های برادر خود ارتباط برقرار کنیم و نور بهشتی را دریافت کنیم. از طریق مراقبه میتونیم نور را از جهان بهشتی دریافت کنیم. ما این نور را انرژی معنوی مینامیم. مراقبه به سه مرحله تقسیم میشود: مراحل مقدماتی، متوسط و پیشرفته. همه میتوانند مراقبه مقدماتی را انجام دهند. این مدیتیشن مراقبه برای هارمونی ذهن نام دارد. سطح دوم مدیتیشن مراقبه هدفمند است. این مراقبه بازتاب درون، مراقبه تحقق خیشتن و انواعی از مراقبه های دیگر را شامل می شود. اینها راه های هدفمند از مراقبه برای ارتباط با جهان حقیقی هستند. همچنان که تبحر بیشتری در مراقبه به دست می آورید، می توانید ارتباط عمیق تری را با جهان روح برقرار کنید و مستقیما با فرشته نگهبان خود و روح های بلند مرتبه ارتباط برقرار کنید. امروز اما به این مراحل نخواهیم پرداخت، اما کمی در مورد مراقبه اولیه صحبت خواهم کرد. امروز کتابی همراه خودم دارم با نام قدرت شفا که توسط استاد ریوهو اوکاوا نوشته شده و تاثیرگذاری مراقبه را در درمان بیماری توضیح می‌دهد. اجازه بدید بخشی از اون رو برای شما بخونم. در فصل اول کتاب اینطور توضیح داده شده: حقیقت وجود شما پیکر روحانی است. به مرور تمرکز خود را از جسم فیزیکی بر پیکر روحانی خیش قرار دهید و باور داشته باشید که جوهره اصلی شما پیکر روحانی شماست. این است که اهمیت دارد. هر شب پیش از خواب بر پیکر نورانی خود به شکل یک کره نورانی مراقبه کنید. بر خیش حقیقی خود مراقبه کنید که مانند یک گوی از نور طلایی فوق‌العاده است. لطفاً این تصویر را در ذهن داشته باشید که این پیکر نورانی زندگی با ارزش شماست. زندگی که خداوند یا بودا به شما عطا کرده است. یک گوی طلایی بی‌نظیر و بدون هیچ خدشه‌ای. تثبیت این تصویر در ذهن بیماری را دور می‌کند. این نور را از فرق سر تا انگشتان پا تصور کنید. این تصویر طبیعت حقیقی و پیکر روحانی شماست.
وقتی این گونه شکل حقیقی خود را تصور می کنید، شما به تدریج مقاومت و پایداری را در برابر بیماری یا قابلیت شفای بیماری را در خود ایجاد می کنید. بیماری هایی مانند آنفولانزا و سرماخوردگی در زمستان شایع هستند و توسط ویروس ها ایجاد می شوند. ویروس ها چهره زیبا ندارند، اما بسیار کوچک هستند. این ویروس های کوچک به طور جمعی به شما هجوم می آورند. آنفولانزا یک پدیده تسخیر روحانی جمعی توسط این موجودات کوچک است. حجم عظیمی از آنها تجمع پیدا می کنند و تشکیل ابرهای تیره ای را می دهند. در پیکر شما نفوذ می کنند. پس آنفولانزا یک فرایند تسخیر توسط روحهای آلوده ویروس است. گفته می شود که وقتی آنفولانزا را به شخص دیگری منتقل می کنید، بهبود پیدا می کنید. همینطور است. شما وقتی آن را به دیگری منتقل می کنید، بهتر می شوید. ویروس ها بدین شکل به افراد ضعیف منتقل می شوند. اگر شما روزانه به مراقبه بپردازید و بر روی تصویر حقیقی خود به عنوان یک گوی نور تعمق کنید، این ویروس ها از بدن شما طرد خواهد شد. این تأثیری است که مراقبه بر بیماری های عفونی می‌گذارد. این نسخه انگلیسی همان کتاب است. شما می توانید این کتاب را از سایت آمازون خریداری کنید. مایلم بخش مهمی که اکنون خواندم را تکرار کنم. به مرور جسم فیزیکی را کم اهمیت تر از پیکر حقیقی خود ببینید و عمیقا باور کنید که پیکر روحانی شما اهمیت بیشتری دارد. استاد اوکاوا همچنین آموزش می‌دهند که هر شب پیش از خواب بر پیکر روحانی خود به منزله یک گوی طلایی درخشان مراقبه کنید. همچنان که شکل حقیقی خود را این گونه تصور می‌کنید، شما به تدریج مقاومت و پایداری را در برابر بیماری یا قابلیت شفای بیماری را در خود ایجاد می‌کنید. آنفولانزا یک پدیده تسخیر روحانی توسط موجوداتی کوچک به نام ویروس است. پس اگر بر تصویر خیش حقیقی خود گویی از نور طلایی مراقبه کنید، شما قادر خواهید بود تا ویروس ها را از بدن خود بیرون برانید. در خلال مراقبه تصور کنید که پیکر روحانی شما در نور خداوند می درخشند و روح‌های تسخیر کننده ویروس ها بدن شما را ترک می کنند. اکنون اجازه دهید تا مراقبه را با هم انجام دهیم. پیش از هر چیز شما باید یک روش تنفس خاص را انجام دهید. قبل از آن که مراقبه را آغاز کنید، این روش که تمرکز بر تنفس نام دارد را با هم تمرین می کنیم. با انجام این روش شما قادر خواهید بود به راحتی ذهن خود را تمرکز دهید. وقتی قلب شما از نگرانی و اضطراب پر می شود یا زمانی که دچار سردرد هستید، تمرکز بر تنفس را انجام دهید. مطمئنم که حال شما بهتر خواهد شد. پس لطفاً در این روش همانا روش تنفس مهارت پیدا کنید تا بتوانید با موفقیت مراقبه را آغاز کنید. اکنون اجازه بدید تا توضیح بدم چطور با تمرکز بر تنفس ذهن خود را آرام کنید. این تکنیک تنفسی از طریق انبساط و انقباض بخش پایینی شکم انجام می شود. وقتی دم را انجام می دهید، تنفس را از بخش پایینی شکم انجام دهید و با بازدم بخش پایینی شکم را جمع کنید. دوباره دم را از بخش پایینی شکم انجام بدید و بازدم را نیز از بخش پایینی شکم. دم، بازدم. به این شکل میتونید نفس‌های خود را بشمارید در حالی که پایین شکم خود را با دم و بازدم منبسط و منقبض می‌کنید. با دم بشمارید یک، با بازدم بشمارید دو. بر شمارش نفس‌های خود تمرکز کنید. این روش تنفس شما را آرام می‌کند و به تمرکز شما کمک می‌کند. عدم تمرکز شما به خاطر گرد و غبار در ذهن شماست یا تجمع بیش از حد افکار. عموماً وقتی ما خیلی مشغول هستیم
ناخودآگاه کار زیادی را از مغز خود می کشیم. در این زمان ها مرکز آگاهی ما در ذهن فیزیکی ماست. اما با انجام این تمرین و شمردن نفس هایتان مرکز آگاهی از سر شما به سینه شما منتقل می شود. و با ادامه دادن به این تنفس مرکز آگاهی شما به بخش پایینی شکم شما منتقل می شود. اکنون با گوش دادن به این موسیقی مدیتیشن تمرین تمرکز بر تنفس را آغاز کنید. بیایید شروع کنیم. بسیار خوب. تمرین تمرکز تنفستان چطور بود؟ ذهن شما الان صلح و آرامش بیشتری پیدا کرده است. بیایید مراقبه را انجام بدیم تا روح خود را مانند گوی طلایی درخشان تصور کنیم. اول این ویدیو را با هم ببینیم و تصویر گوی طلایی درخشان را تجسم کنیم. وقتی شما تمرکز بر تنفس را همراه با موسیقی انجام می دهید، می توانید تصویر گوی طلایی را در ذهن نگاه دارید. بیایید شروع کنیم. Thank you.
いかがでしたでしょうか。بسیار خوب. この مراقبت اون چطور بود؟ だいたい6分間ぐらい این ویدیو در حدود 6 دقیقه بود. امید که اون رو مرتباً ببینید تا بتونید تصویر درخشان پیکر روحانی خودتون رو تصور کنید و از خداوند یا بودا انرژی را دریافت کنید. با این قدرت سول در ذهنتان شما میتونید ویروس و بیماری که سعی میکنند شما را آلوده کنند را بیرون برانید. لطفاً این مراقبه را هر روز انجام دهید. متشکرم.